معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده ببوریم وقتی که دستهای پاپ گرمای مهر را در دستهای امام المسلمین شیخ بزرگ از هر می ریزد و زنجیره از آشتی و مهر پیوند این دو مذهب اعلا را تقریر می کند جایی برای دجالان از نوع شیخ بغدادی و عالم الهدا جایی برای نصر الله و ملا عمر با اندیشه فریب نباید باشد علیرضا رضا نوریزاده زاده چهارم فوریه پانزدهم بهمن دوشنبه به شما سلام میکنم اولا امروز یه روز جالب چهار تا تولد داریم من مهم تولدها رو یاد آوردن و روزهای خاموشی تولدها بیشتر برای اینکه این نشون میده اولا ما نسبت به هنرمندانمون و شخصیت هایی که تقویم تاریخی ما رو پر رنگ میکنن ارزش قائلیم فقط نمیدونم مرگ و میرمون روتفلان مسلم و نمیدونم امامزاده این غی نیستن بلکه انسانهایی هستند هستن که به زندگی ما معنا دادن به زندگی ما شادی دادن به زندگی ما نور دادن عشق دادن بعد مثلا من تولد نمیدونم امامزاده جیمدال امامزاده قیبی این همه دروغ همه فریبه همه کلا گذاشتنه همه برای اینکه یک آخوند شیادی به نون و نوایی برسه بله مثلا اون سوی یالغوزاباد یه امامزاده از زمین میاد بالا اما به چه درد میخوره چه, چه معنایی در زندگی من تو باید داشته باشه اما فردین در زندگی ما معنا داره اما پروفسور هشرودی معنا داره اما نصیریان معنا داره داریوش معنا داره باهاش زندگی کردیم من گاهی اوقات فکر میکنم اینا چه رایی هستند که با ما باشون یعنی شادی و من شهاب حسینی رو وقتی روی سینما میبینم شاد میشم نسل جوون من یه همچی هنرپیشهی داده بیرون یه همچی هنرپیشهی که اسباب افتخاره توی صحنه اسکار تو صحنه بینالمللی تو فستیوال کان و امروز تولد هر چارتن هست شهاب حسینی که عمرش دراز باد علی نصیریان عزیزم که چند روز قبل همسر گرامی شو از دست داد یار همه زندگیش رو هم تسلا میدم بهش برای همسرش و هم تبریک میگم برای تولدش یه هنرمند نازنین ارزشمند برجسته و همینطور داریوش عزیزم که خب صدای نازنینش گرامی باد و پایدار باد برای دیرگاهی تا همه همه سه از چهار نز از این صدای درخشان لذت ببرم فردینم که چه بگویم ازش چه داغی به دل ما گذاشت هیچ وقت اون سخنانش رو یادم نمیره ما برای زنده بودن هر روز باید وای چه, چه کردن این رژیم جهل و جور و فساد رژیم جنایت و آدم کش رژیم تحجر و رژیم تحقر و تحجر چه کرد بر سر ملت ما و هنرمندان ما یه چیز کوتاه از فردین ببینیم خیلی قشنگه شب خواب تو را دیدم که پرشوری انگار که توی خواب دیدم تو سالها از من دوری تو را توی باقی دیدم که سر تا سر خزون بود هزارون چشم به آسمون کار قشنگی بود شهاب جعفر نجات ساخته بود حالا در مورد شهاب حسینی و علی نصیران عزیزم حالا حتما چیزی خواهیم داشت داریوشم که صد در سر حتما خب به پردازم تحولات و مسائل جهان و ایران مسائلی است که به حال مورد توجه شماست میخواید نگاه سریع بهش بندازیم که بدیم چه خبر هست اولا در منطقه ما شاهد یک تحولات خیلی مهم است یکی سفر پاپ بود به ابو سبی. این سفر از خیلی جنبه ها قابل تعمل اولا رابطه دنیای مسیحیت با کشورهایی که طبیعتاً اسلام سنتی رو حالا در یکی با شدت بیشتر با یکی با شدت کمتر مثلا در عربستان مذاهب غیر اسلامی به رسمیت شناخته نمی شد در نتیجه مسیحی ها با سختی در پستو می و عبادت می در کووید نه آزاد بودن از بحره هم, هم در امارات بینابین بود یه مقدار بینابین در سلطان نشین اومان باز بینابین بود در دولت قطر عزما هم همینجور در حال قطر که وهابی بودن خیلی قرص و محکم گفت همش به پای سعودی نوشته میشه ولی وهابی هست قطری ها بودن چون اصلا وهابیت اونجا دعوا هم یه مقدار سریعه نه که مال ماست و اون میگه مال ماست فضایی که در منطقه ایجاد شد یعنی در واقع بعد از آمدن جمهوری ولایت حکایت به کلی فرق کرد مثلا این روزها سال روز اشاره می شود به فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی سال 89 من همیشه فکر می کنم که مبدر رو سال 82 نباید گذاشت مبدر رو سال 79 باید گذاشت یعنی در واقع فوریه 79 سال مصیبت منطقه است و تا حدی جهان حضور خمینی حضور نامبارکی است که جهانی براش دست زد ولکام گفت آقای روشنفکران غربی همه گفتن یه گاندی اومده ما هم که قربونش برم هممون قش و ضعف کردیم عکسش رو تو ماه دیدیم و ریشش رو تو سوره بقره پیدا کردیم و قش و ولی یه طرف آدم بختی ها رو نگاه میکرد یه شخصیت آدم با کلاس آدم حسابی فرانسه حرف میزد آندر مارو بهش افتخار میکرد همه گوش بدی به حرفای بختی ها. دو, دو کلمه گوش بدید بینید چی میگه از دو چیز مینادی اول از نداشتن آزادی دوم از فساد در مملکت حالا آزادی را نداری فساد را هم به حد اکثر ده ده؟ خیلی راحت مینالیدیم از آزادی و فساد آزادی که اصلا نداریم فساد 100 میلیون برابر دکتر و کجایی بیای ببینی از آشیخ سر کوچه که آفتابه جمع میکرد اونجا تا همون منطقه که میشستیم میلیاردر فاسده تا گنده هاشون که دیگه گفته چند روز پیش یه نفر به من گفت آقا این رئیس دفتر آقای خامنه ای رو کمتر شما صحبت ازش میکنید به خاطر اینکه همسرش انگلیسی شما میترسی گفتم نه چه ترسی دارم مکی ترس دارم من فقط از خدا میترسم از اینا هیچ ترس ندارم بله جا زده بودم با اتفاقایی که برام افتاد گفت نه آقا اخیرا ایشون در یک معامله در یک معامله 65 میلیون دلار گیرش اومد شما گیر دادی به یورو وزیره که میگی سی میلیون یورو به حساب زن شیختن ایشون 65 میلیون دلار یعنی معادلش گیرش اومد مجموعه ای از زمین ها بوده خیلی بزرگ وسیع تو بالای نیرو هوایی ایشون وقتی که نماینده خاملی بوده اونجا این زمین ها رو مصادره کردن بالا کشیده. بعدا اینا رو تفکیک کردن در قطعات دیویس و متری به نام یکی از بستگانش و اینا رو فروختن شست میلیون دلار معادلش به جیب زد حالا دکتر بختیار میگفت راست میگفت دیویس هزار دلار یه دریابود ارتش گرفته بود که اونم جاده کشید بین بوشهر و بندر گنافه کشید که برای نیرو دریایی جاده درست که افسرها اینقدر با سختی نرارو پدرش رو در بود شاه محاکمش کرد پدرشو الان می سر خواهر برادر خود شاه عصبانی میگه اینا رو تو گوششون بزنین پس بگیرید بهشون تذکر و حشدار حالا مشالا مشالا همشون دزدن واقعا چون نیک بنگری همه تزویر میکنن از آقا بالا گرفته تا آقا پایین همشون همه تزویر میکنه یکیشون دزده یکیشون قاتله یکیشون دزد و قاتل نیست مزوره اینا به هر حال هر کدوم به نوعی صفات سیه عالم رو صاحبش هستن اونم در اوجش قمه، یعنی میگه اگر صفات سیه دزدی است من دزدترین دزدام اگر بیناموسی من بیناموسی یه تمام صفات سیعه رو افزلی شد دارن اینا و این حکایت ماست با این رژیم که قرار بود قرار بود آقا جان قرار بود بیان ما رو آدم کنه عدالت برای ما فقط خونه و بشکه و غیره نیست شما هم خسته شدی دینا رو میشنوید بارها به من میگید که آقا ما خسته شدیم شما میاد یه دوزی های اینا رو میگه ما خودمون داریم میبینیم در تهران در ایران داریم میبینیم توی یالغوز آباد هم داریم میبینیم امام جمعه شهر که پدرش دو سال از بابای ما گرفت روزه بخونه حالا با ماشین بنز آخرین مدل خونه فلان ویلای فلان برای خودش بچه خب اینا رو ما داریم میبینیم حالا شما هر روز بیاید تو تلویزیونت برای ما شر بده اینا دزدن ما میدونیم دزدن راهش چیه چجوری از شر اینا میشه کنده شد و اینه که من اگه دقت بکنید در هفته های اخیر در این نزدیک روزهای انقلاب باز بیشن که برای شما روزه بخونم که چی بود و چی شد بیشتر پرداختم بگه چه باید بشه چی کار باید بکنیم دوستانی که میارم باشون صحبت میکنم بیدلیل نیست اگه دکتر کازم کردوانی رو میارم به خاطر این که میدونه چی داره میگه نگاهش روشنه و این آدم هایی که به آینده فکر میکنن طرح دارن برنامه دارن برای آینده من باشون صحبت خواهم کرد و ما بشیم هی بگیم اینا دزدن خب دوزدن دزدن حالا یه موارد استثنایی رو که میبینیم که خیلی تکون دهنده است بهش خواهیم پرداخت ولی کل قضیه رو میخوام می بگم بهتون فقط ما به این بسنده نمی بله حرفای آقای متحری گفته بود به تو حرفای شوهر خواهرش رئیس مجلس اول صحبت های متحری رو بشنویم من راجع به صحبت دارم خطر هجاب اختیاری همین است که این دیگه نقطه پایانی نداره یعنی به ارز کنم که ممکنه به برهنگی و اوریانی بکشه همطور که قبل از انقلاب بود دیگه یعنی ما به گونه ای بودیم که خیلی می میگفتن که مثلا شمال تهران از بسیاری از نقاط اروپا از نظر برهنگی و اوریانی جلوتره جلو خب لذا بالاخره یه ما یه حدی باید براش مشخص بکنیم حدش هم همون است که اسلام گفته آقای متحری نیست چهل سال اجابه اجباری رو آوردید هیچ غلطی نتونستم بکنم امروز حجاب در ایران در بسیاری از جای ایران هزار بار بدتر از هجاب در خارج کشوری. هزار بار شما اون مراسم و اون قیافه ها رو اون تتوها و اون صورت ها و اون لبای اون کجا اینجا میبینید کجا در خیابون های لندن یا همچی منازل شب دیسکوتک بدید ممکنه تو دیسکو چهار تا دختر اینجوری ببینید ولی در یک دونه دانشگاه انگلیس محال همچی تصویری ببینی نه پسر نه دختریش کدوم این شما هستید که با هجاب اجباری مردم رو بیزار کردید بعدم هجاب اختیاری به برهنگی منجر نمیشه به اعتدال منجر میشه خود جامعه خود جامعه حدشو میگذاره لزومی نداری شما بگذارید سنت ها و عادات و اخلاق مردم حدش رو میگذاره پدر و مادرن که مشخص میکنن برای بچهشون محیط خانوادگی ارتباطات انسانی که دارن <تصفح> نه اینکه تو قلتش رو دیوان بیای یا رو سری را تو سری بالاخره همون اسلام است نه نیست این اسلام راه حل برای زندگی نیست اسلام از معنویه <applause> اسلام نمیتونه به تو بگه چه جوری لباس بپوش نمیتونه بگه حق نداره بگه تو انسان آزادی است که پوششت رو خودت انتخاب میکنی نه اسلام نه حکومت تازه اگه قرار اسلام اعمال بکنه اون باور توی که انتخاب میکنه اگه اعتقاد و باور داری انتخاب میکنی نه حکومت نه پاستار نه آقای قیب پرور بیاد بهت بگی چی بپوش نه لزومی نداره بله این آقای متحدی خیلی نلوبی میخ میزنه. ولی بالاخره باید دادم بگه بالاخره فرزند کیه فرزند اون آقایی است که از یه طرف تو زن روز مقاله مینوشت از یه طرف دشمنیش با فرهنگ و سنت ایرانی زبان زد عام و خاص بود میاد کتاب خدمات ایرانیان و ایران اسلام به هم رو مطرح میکنه کتاب گستاو لوبان رو ترجمه میکنه یا مطرح میکنه و از اون طرف دشمنی میکنه با تمدن فرنگ ایرانی مسخره میکنه چهارشنبه سوری رو بدون اینکه این آقا بدونه این فلسفه چهارشنبه سوری چیه <تصفح> خب داماد خانوادم و حضرت آیت الله زاده علی آقای لاریجانی ایشون هم حرفایی دارن که در مورد فروش نفته این هم باز قابل توجه گفت لاری... کلام و لاریجانی لاریجانی کلام حالا دیگه میگه کلام و ملوک... کلام حالا دیگه این خانواده ملوک دیگه یکی رئیس قوه قضایی یکی رئیس قوه مغننه یکی دیگه رئیس مخفی اطلاعات سازمان قضایی و نمیدونم شعون بین مللی. یکی دیگه رئیس بیماری های خاص و ویژه و ایدز و هیپاتایتس و غیره و غیره یکی دیگه شون داری زن پاره نقاره از همه شون هم حسابی تره عل فرهنگ ادبیات شعر موسیقی رایزن فرهنگی بود در کانادا تفلکی حالا بعد از یک معامله که خواست با آقای سعید مرتضی بکنه آبروش رفت خب حالا ببینیم چه میگوید آقای لاریجانی کشوری بودیم در اون زمان 36 میلیون جمعیت داشتیم 6 میلیون نفت بشک نفت میفروختیم و تولید میکردیم مقداش در داخل بقیه رو میفروختیم و در این حال کشور ما آباد نبود یه چند تا شهری رو آباد نگه داشته بودن زر و برق ظاهری ما بقیه رو رها کرده بودن در به روسته ها می به شهرهای دیگه می رسیدن. این وضعیت ما بود پول کجا خرج بودن یه مقدار که چپاول می کردن. یه مقدار هم خرج همه مستشارای آمریکایی و اینا می کردن رو از خود ملت می و به ملت می وضع ما این بود از نظر سیاسی هم که روشن بود یک سیستم کاملا دیکتاتوری وابسته و یک خفقان به شدت گسترده مردم در سرنوشتشون چون دخالت واقعا آدم وقاحت میخواد اینجور حرف بزن یعنی آدم حتما باید علی لاریجانی باشه که با این وقاحت صحبت کنه وضع ما بد بود چهار تا شهرمون آباد بود بقیه نبود شما آبادش کردید. شیش میلیون بشک نفت تولید میکردی فقط آمار صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی رو در مورد رشد ما رشد دو دویی داشتیم چارده درصد در هم رسیدیم دکتر فرابش آمار دقیقش رو داره رشد چارده درصد هم داشتیم شما منای سه این الان منای چهارین خجالت بکشید وقت درآمد نفتمون اون وقت رو با حالا نگاه کنید ارزش پول ملی رو با حالا نگاه کنید خجالت بکشید یعنی فکولیتون وقیه اما میتونم وقیه چون همه در مکتب ولایت فقی بزرگ شدید مکتب نفاق و تزویر و دروغ من واقعا تکون میخورم وقتی هم داری جانی. دکترم دکترم دارن ایشون فرزند آقای آمولی هم هست داماد آقای متحری هم هست به این راحتی دروغ میگه البته هوش کردن تو مجلس توی جلسه که رفته بود حرف بزنه بهشونم برخورده بود که ولی واقعا واقعا باید هو کرد شما رو البته هو تاریخی که شدید تاریخ شما رو لعنت خواهد کرد نوادگانتون بعدی نبیره و ندیده و همه دوچار این لعنت و نفرین تا... تاریخ خواهید بود گایتون باشه حاجب و دوله که رفت رکه های میزاته زد نوادگانش تا زمان همین رژیم گذشته گاهی که صحبت میشد بله اینا فرزندان مقدم مراقعی و فلانه <تص> ندیده به جرم جد جد علا مورد نفرت قرار میگه حالا فکر کنید شما مثلا نواده لاریجانی چه جور یقشو میگیرن چه جور باید جواب بده راجع به جرائم پدر بزرگش <applause> نوادگان صادق لاریجانی البته اینا اینقدر وقیحن اما مر میذارن که برای خودشون حریم امنیت درست بکنن ولی به نظر من حریم امنیت درست نخواهد شد اینا آنقدر آلودن آنقدر آلودن وقتی فکر میکردم مثلا لاریجانی علی تو اینا یه خود شعور بیشتری داره یه خود فهم بیشتری داره معتدله میخواد رئیس جمهور بشه در دوره آینده داره از حالا تمرین میکنه ولی بد دیدم نه چه فایده داره اینم یکی مثل اونای دیگه اینم مثل اونای دیگه و با این حساب که بدتره من اینا رو که میارم اینا برای اینکه فکت و واقعیت هاست که میگم اینا چه کسایی اینا کسایی هستند که یک شبه بیلیتشون برنده یه شبه برنده آقای ری شهری من خودم شنیدم گفت آقا چه کسی باور میکرد من شاگرد نونوا که تو حوزم بودم بابامم هم شاتر بود وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میشم جای نصیری میشینه کی فکر میکرد یا قرائتی برگشت گفت شما به یه آخوند پنج تومن بده اگه تونستی ازش پس بگیری آخونده توی چا افتاده بود میگفت میگو آخونده تو چا افتاده بود پسر اومد گفت آقا بده دستو بده بیا بالا گفت نمیدم گفت آقا میمیری اون تو گفت بمیرم. گفت چرا دست بده گفت نه بگو دستمو بگیر تا من بگیرم بیام بالا ما دست بده نداریم ما دست بگیر داریم این طبیعت آخوند بود خودشون هم اقرار میکنن آقای عارف آخوند نیست ولی به هر حال بزرگ شده این محفله ببینید ایشون چه میگوید <applause> بله آقای دکتر عارف بزرگ شده مکتب ولایت آماده است بله آقای دکتر عارف که در مورد پیروز شدن انقلاب میگه که بله یه دفعه پیروز شدیم خودمونم فکر نمی کردیم. می گوش بدیم خیلی از ماها باور اون نمیشه به پیروز میشه یه دفعه انقلاب پیروز میشه و شما میخوان حکومت حکومت کردن سازوکار خودش داره و طبیعتا یه ده انقلابی با اون انگیزه های معنوی اما تجربه حداقل میخوان حکومت کردن. تا رستن به اون هدف قای انقلاب خیلی فاصله داره نمیگم متوقف شدیم هیچگاه خیلی جالبه چهل سال گذشته اگر روش درست بود یعنی اگر سیدرولای مستفوی کار رو به مهندس بازرگان واگذار کرده بود میرفت خون میشه مهندس بازرگان هم روی روال ملیگرایی با رعایت بعضی شعونات انتخابات آزاد برگزار میکرد مجلس مؤسسان برگزار میکرد و این فتنه ننگ ولایت فقیه رو نمیذاش وارد قانون اساسی بشه در اون صورت مسیر به گونه دیگری رفته بود میلیون متخصص از کار برکنار نشودن یا از کشور خارج نشده بودند. آقای دکتر عارف که خودش هزینه زیادی داره تالا این شهامت نداره بیاد بگه آقا درسته <تص> ما باور نمیکردیم به این سرعت انقلاب پیروز بشه اما در این حال به خاطر وجود سید روح الله کی کینجوی پر از عقده نیروهای ملی رو کنار زدیم اونایی که عشق به ایران داشتن کنار زدیم آزاداندیشان رو کنار زدیم سکولارها رو کنار زدیم یک مش آدم متظاهر مثل خود حضرت عارف آقای عارف تو آمریکا که بودن با همسرشون مدل لباس پوشتن و راه رفتن حالا بیا دادم مثلا ریشه رو میزنن اینقدر آقا بس کنید این دوکونو بس کنید ریش گذاشتن ای بی نداشت خیلی از ما هم تو روزگار جوانیمون گذاشتیم ولی این مدل ریش حال آدمو به هم میزنه این مدل ریش تظاهر فریبکاریه واقعا آدم واقعا متاسف میشه کشورش در قرن 21 در چنگ آدم است که اصلاح طلبشون صد درجه بدتر از اصول شونه. چند روز پیش تصویر میدم از دکتر میردامادی دامادی بدبخت به چه روزی افتاده بود اینا که میگن ملی مذهبی یا بدتر صد درجه چون حاج حبیب معتلفه آدم تکلیفش باش روشنه حالا اصلالله دو, دو ولی آدم وقتی کمال خلوزی رو میبینه در این سن و سال خب میگه این نازم مدرسه نازم چی بود با علامه بود مرسه علوی بلاخره این سابقهش از اونجا میاد ولی آقای دکتر عارف رو که میبینه که از این ورکی داره میره این براش <applause> معماست یا آقای ولایتی ولایتی نماد مسلم من اعتقاد دارم به عنوان نفاق مجسم این یه مجسم ازش باید درست کنم سر صدابت نزدیک خونش بذاره نفاق مجسم شالاتانیزم مجسم حق بازی مجسم خیلی خیلی یه آدمی که دوست داره ادعای روشنفکری بکنه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشاور عالی اعلای مقام معظم و یک آدم در سخن در خطاب در کلام در حداقل باوری که ظاهر می سازه. یک مرتعج کور عقب مانده خرافه زده خرافه پرست سخنانش رو گوش بدید بعضی وقتا حرفایی که راجبه همه امامزاده ها و مراسم و روسا میزنه خیلیه من واقعا گاهی اوقات حیرت میکنم یه چیزی ازش میشیدم راجب فاطمه زهرا که بله این خلفا که در روز بعد از درگذشت پیامبر اومدن زدن در خونه علی رو شکوندن فاطمه زهرا رو پهلوش رو شکوندن محسن بچهشم سخت کرد خونهشم آتیش زدن گردن علی هم ریسمان انداختن کشتنش تو خیابون آخه یه نفر به اینا میگه نادان چجوری میتونستن به گردن علی ریسمان بندازن چجوری میتونستن به چه میشه تصور کرد دختر پیامبر رو بعد اگر اینا این کارو کردن چطور حضرت علی در روز بعد از درگذشت دختر پیامبر رفت از عمر زن گرفت اگه من نمیدم این داستان چیه دخترش داد به عمر دو تا دختر داد به عثمان اینقدر دروغ نگید به مردم اینقدر فریب کاری نگید اون وقت فریب کار بزرگ همون امثال ولایتی ها هستن چون آخونده دکونشو اینه دیگه هزار سال دکونشو همینه این چرندیات رو هزار سال دارن میگن ولی امثال ولایتی ها دوزدانه با چراغ درنگ کوتاهی بکنیم بریم عارف جان و فرامر اصلانی. بریم فرامرز اصلانی عزیز و داریوش رو بشنویم خب عارف هم قبلا شنیده بودیم من یه خود قاطی کردم میشه عارف رو دوست دارم من میشه یادش میکنم ولی فرامرز جان اصلانی و داریوش نازنین در روز تولد داریوش سرانجام و درود دوباره و ترانه بسیار زیبا سرانجام بعد از 8 ماه بالا و پایین جر و بحث کابینه لبنان معرفی شد با سی وزیر. عربیه یک آماری داده بود از اعضای هیئت وزیران چند کشور. صدام نگاه کنم میگه انگلیس 20 تا وزیر داشت 22 تا یا فرانسه 25 تا دا داره یا دیگه کشورهای مختلف آلمان 26 تا دا داره ولی بعضی کشورها میدید که اصلا نون ندارم بخورم ولی 50 تا وزیر برکن و فاسو مثلا 38 تا وزیر داره وزیرا یه وزیر مشاورم یدک میکشن کنارشون یه وزیر مشاورم هست انگلستان چون نظام پارلمانی به معنای واقعی هست یه سیستم خاص داره به این معنا که وزارت ها یک بعد بزرگ داره سکیوریتی یعنی یعنی در واقع سکرتری آف استیت که میشه منشی دولت در امور خارجه که میشه و کامن که وزیر خارجه و کامن برس. این شخص چند معاون داره که اینا میشن وزرای مشاور در امور کامن در امور خاورمیانه در امور فلان اینا همه زیر نظر این وزیر بزرگ هستند همم عضو حزب برنده یا دو حزب ائتلافی با هم دیگه هستن مثلا مینستر آف هیلز سیکریتری آف استیت فور هیلز مسئول کلیه امور مرتبط با داشته اما فقط اون اداره کننده نیست چهار تا پنج تا وزیر مشاور داره که امور دارو درمان بیمارستان ها هر کدوم تفکیک شده زیر مسئولیت او قرار دارم آموزش پرورش که مسئله مدارس یک جاست مسئله دانشگاهی یک جاست مسئله آموزش عالی یک جاست به این ترتیب کابینه ممکنه 22 سه وزیر داشته باشه ولی در عمل کابینه 45 تا وزیر داره 50 تا وزیر داره که هم هم وزرا مینستر آف سیکریتی آف همه باید هزبی باشه از حزب حاکم حزب برنده یا حزبی که ائتلاف کرده با حزب برنده در دوره بوده که مثلا کانسرواتیو ناچار شده با لیبرال دموکرات متحد بشه <applause> ائتلاف کنه تا کابینه تشکیل بده در لبنان مشکلاتی که ایجاد شده بود چند نوع بود در درجه اول این بود که آقای سعد حریری مطابق قانون اساسی لبنان مسئولیت انتخاب وزرا رو داشت با مشورت با رئیس جمهور قانون اساسی لو آقای حزب الله و حزب رئیس جمهوری آقای میشل اون این قاعده رو میخواستن به هم بزن به این معنا که میگفتن ما چون اکثریت داریم در پارلمان قاعده رو میخوایم به هم بزنیم ما یک وزیر سنی میخوایم بذاریم که بیرون از اطلاف نخست وزیره آقای سعد به عنوان نمایندگان اهل سنت لبنان در واقع انحصاری این نمایندگی از آن او بود مطابق قراری که در طائف داشتن بعد در دوهه تکمیلش کردن مذارت میخوام هنوز آثارش هست اما اون یکی رفت گان گان خدا شد دکتر صادق صادقی عزیزم یه نامه بسیار زیبا نوشته بود قاب کردم گذاشتم به عنوان افتخار اینکه اون بزرگوار کنار گذاشتن سیگار رو به من اینجور تبریک گفته و آرزو کرده که همه مردم این راه رو انتخاب بکنن و از این لعنت این سیگار خلاص بشه به هر حال ولی این سرفا مال اون های بسیار بدی است که گرفتار شده در لبنان به هر حال حریری مقاومت کرد از اون ور حزب الله با تکیه بر جمهوری ولایت فقیه و توصیه هایی که مرتب از تهران میمد اونم میگفت نخیر باید ما یک وزیر سنی تو کابینه داشته باشیم که بالانس رو به نفع ما بکنه سعد هری هم گفت شما یه بار زهرتون رو ریختی من زیر بار نمیرم آقا نمیکنم اصلا از نخست میرم کنار بریم ببینیم کیو پیدا میکنیم و چون میدونن جامعه لبنان نمیپذیره و اهل سنت هم نمیپذیرن ناچار بودن راهی پیدا بکنن درنشه به هر حال بعد از گفتگوهای مفصل رئیس جمهوری آقای اون و سعد حریری و اینکه حدیدی به او تاکید کرد داماد آقای جبران باسیل وزیر خارجه به آرزوی اینکه رئیس جمهور بعدی بشه داره دیگه چی میگن همه چی تو داره به حزب میفروشه در بس داره نوکر حزب میشه و من زیر بار نمیرم به هر رئیس جمهورم هم ظاهرا خیلی خوشحال نبود که او رو یه عامل سرسپرده حزب الله بدونه مقاومت کرد و اینا گفتن به آقای باسی تا یه حدی تو میتونی امتیاز بگیری کامل نمیتونی اینه که به هر حال کابینه تشکیل شد با سی وزیر اون وزیر سنی که حزب الله میخواست وزیر نشد بلکه یک آدم بیطرفی آقای مراد از خانواده های سنی جنوب لبنان به وزارت رسیدن بعد این نکته جالبه که سعد حریری دو روز بعد از اینکه کابینه رو تشکیل داد و به چیز رفت به سرای حکومی میگن در اونجا همون سرای چیز در لبنان سرای حکومی میگن مجلس الوزرا که خود سعد حریری پدرش اینجا رو بازسازی کرد خیلی هم زیبا ساختن رفت اونجا و مواجه شد با حالت غضب جنبلاتی. جنبلات به هر این خاندان بسیار بزرگین، خاندان اشرافی و خاندان فئودال در حال مترقی. کمال جنبلات یه فئودال بود در معنای تقدیدی یا معنای کلاسیک قضیه. ولی یه آدم آزاده سوسیالیست بود که وقتی مسکو میرفت در حد رئیس دولت ازش استقبال میشد در هند چقدر دوستش داشتن بعد از در گذشته او طبیعتا همه اختیارات و مسئولیت ها به ولید رسید پسرش که با منم دوست براتون تعریف کردم اولین همسرش مارینا بود که در فیلم بیگانه بیای مسعود کیمیایی بازی میکرد اومد تهران و با او ازدواج کرد و شبیه هم در خانه مارینا مهمان بودیم و اسفند منفردزاده عزیز و من و مسعود کیمیایی و ایشون ازدواج کرد باری بعدم البته جدا شد ولی درگیر شدید با تلال ارسلان تلال داستان با جالبی داره خاندان میرمجید در ارسلان اونم هم یه خاندان فعودال واقعیه در جنوب لبنان اینا دورزی هست مثلا دورزی دارن میرمجید که پدر این تلال باشه خواهرش همسر کمال جنبلان یعنی با که با هم ازدواج کردن از یه خانواده بودن ولی از نظر سیاسی شدیدا درگیر شد روی روی هم میستن منتا میرمجید و کمال جنبلات هر دو بزرگ بودن شان و جایگاه والایی داشتن اینه که دعواشون بچگونه نبود ولی ولید و طلال ارسلان کارشون به جای بدی کشیده ولید توهین میکنه چیز طلال توهین میکنه به ولید ولید هم جواب میده طلال عنوان طلال رو برای شده بچه زیبای حسن نصرالله چون یک دو تصویر ازشون منتشر شد تصویر دو مرد سیاسی نبود که کنار اون هم شستن اونم حسن نصرالله که مثلا خیلی مذهبیه یعنی در واقع حسن نصرالله طوری بود که میگو گوگوری مگودی تو این مایه حالتش نسبت به تلال ارسلان خیلی جالب بود نمیدونم بچه ها عکس تلال ارسلان رو پیدا بکنن در میان دولت مدن لبنان خب میگن یه تفاوتهایی با بقیه داره البته میگم خانن اینا و شازدن و حالت شازگی تلال ارسلان به سر میرمجید ارسلان بله حضورتون از کنم خب کابینه لبنان درست شد یک صحبتی هم جناب آقای زنگنه کرده بودن وزیر نفت از کجا من همه رو میچینم که یادم نره میگه که آقای زنگنه این گرانی تا کجا میخواد بالا بره چه چجوری میخواد این تورم و گرانی ببینیم جواب وزیر نفتمون چیه بندی نشه برنامه‌ای برای دواقع ساماندهی مصرف سوخت داره ببینید جو سهمیه بندی یا افزایش قیمت راهی نداره یعنی یا با سهمیه بندی بشه یا افزایش قیمت داده بشه راهی دیگه وجود نداره چیکار باید بکنیم دیگه افزایش قیمت منطقیه به نظر شما تا وقتی که مردم تعامل کن وزیر نفت میگه ازش میپرسن آقا این قیمت سختی نداره جان میگه تا جایی که میره با تعامل کن میگم در جمهوری ولایت فقیه آدم ها واقعا یونیکن این آقای زنگنه اگر چلو یک سال پیش قبل از انقلاب یک سال قبل از انقلاب با ایشون صحبت میکردیم گفت جان آقای زنگنه حالا دانشجو بود مشغول درس خوندن بود آرزو داری چی بشی خود فکر میکرد اینو گفت به خدا قسم یه شغلی همین دور به ما بدن تو شرکت نفت یا تو این وزارت نیرو یک کوچولو گوشه کنارا ۵ زار منم حقوق به اون بدن خدا رو شکر میکنه حالا آقای زنگنی صحبت از میلیونها دلار میکنه یک روزی باز گفتم من نمیخوام راجهبه فساد و اینا حرف بزنم مثلا. ولی یه روزی من براتون میشینم تمام جزئیات داستان کرسنت رو بازگو میکنم دو سه تا موضوع هست یکیش مسئله دکل هاست که فقط منتظرم این حکم دادگاه بیاد بیرون براتون بازگو کنم که داستان دکل چی بود و یکی مسئله کرسنت خیانتی که به این کشور در مورد کرسنت شد دیگه صحبت حساب و کتاب نیست خیانت وحشتناکه خدا چی بگم آقای کردان رو بیامرزه رستم قاسمی رو نیامرزه اینا چه کردن خود همین آقای زنگنه چرا نمیاد راجب این ماجرا توضیح بده شما فکر کنید فقط دقت کنید به عنوان بدون اینکه کارشناسی بخوایم نه خیلی عادی یه کشوری به نام امارات متحده عربی که در عرصه بازرگانی ما خیلی بهش نیاز داریم خیلی هم روش تکیه میکنیم در مورد تحریم ها نه اگر امارات نبود ما بیچاره میشدیم حالا این کشور اومده میگه آقا ما با شما میخوایم یه قرارداد ببندیم که شما گاز ما رو در امارت ابوظبی که بزرگترین امارت هست و ثروتمندترین میخوایم قرارداد ببندیم برای مدت 20 سال که شما گاز ما رو تامین کنید تمام منازل ما لوله کشی گاز از این گاز تامین میشه سوختمون ارکاندیشنمون همه چی حرارت خونمون از این گاز تامین میشه اوکی عالی است قرارداد ببندیم پیشنویس قرارداد بسته میشه <coughs> با کی؟ با آقای جعفر جعفر کیه؟ شکر کرسن از زمان شاه با ایران تعاون داره. همکاری داره. یک بار در زمان شاه خواستن بدون اجازه در دورور ابو موسا و جزایری که متعلق به ایران بود گاز استخراج کنن رفتن دکل زدن مشغول شدن نیروی دریایی ایران رفت 24 ساعته جمعشون کرد پرتشون کرد اونور بدون اجازه ایران شما حق چنین کاری پس آقای همین جعفر و شرکاش و پسراش و غیره وضعیت رو میدونستن حالا همین آقا با تیمش اومده با توجه به رابطه بسیار نزدیکی با ابو داره میگه آقا یه همچه قرار دادی من با تون دارم میبندم و شما از مبلغ فروش گاز مثلا حالا واحد 25 رو بگیریم شما واحد 23 رو دریافت میکنید دو واحد کمتر دریافت میکنید ولی در مقابل یه قرارداد 25 ساله دارید و بعد این آقای حمید جعفر لطفی هم به ایران داره تایدلی سمپاتی داره مثل خیلی از بازرگانان اماراتی یا عراقی مقیم امارات که اینا نسبت به ایران سمپاتی دارن علاقه در مهدیت تاجر خیلی به ایران کمک کرد در جریان جنگ ایران ایران قطعات اسلحه و چیزهایی که از لندن میرفت و او سفیر امارات بود در لندن خیلی کارا کرد همش رو عشق بود دنبال پول نبود کاسبی نبود در این موردم آقای همین جفر میخواست به ایران کمک کن من از یکی از نزدیکان شهیدم گفت فقط فکر کن در دورانی که آمریکا میخواد سنگشن بگذاره اگر ایران چنین قراردادی با ابو زبی داشت و ابو زبی هم موفق میشد حتما که این قرارداد رو استثناء بکنه ببین ایران چه ممر درآمدی داشت و چه جوری میتونست نجات بده خودشو. پس داد خیلی خوبی مطابق صحبت که قبلا شده بود قرار بود تیم آقای زنگنه و اون گروهشون اینا یه ای چیزی نزدیک 70 میلیون دلار گیرشون بیاد سر این معامله آقای احمدی نژاد اومد و تیم تیم خودش رو فرستاد برای مذاکره که نه آقا الان دیگه شما بریم با ما صحبت آقای رحیمی رفت معاونشون آقای سردار رستم رفت رستم قاسمی دزد بزرگ آقای کردان هم رفت که مذاکره جنبه سیاسی شو داشته باشه اینا رفتن و خواستار پول نقد پیش از عقد قرار داد یعنی قبل از اینکه امضا بکنن پول نقد رو اول بهشون تحویل بده میبینید همین وزیر تامین رفاه میگه سی میلیون به حساب زنم ریختن معامله اینجوری شده بود که مثلا با آقای کردان میگفتن شما یه پنجا میلیون به حساب خانم آقای کردان بریزید برای همشون هم تو دوبه حساب باز شده بود بانک اسلامی و بانک غیر اسلامی همه جا شما سی میلیون بریزید 20 میلیون بریزید تا ما قرارداد رو پروف بکنیم از اون تیم آقای زنگنم با حامیانی که داشتن در دفتر بیت و در بیت مقام معظم و دفتر مقام معظم از اون بیکار نشسته بودن اون هم دنبال کار گرفتن به هر حال در یک زمان بسیار تلخ قراردادی که از الف تا یش به نفع ملت ایران بود حافظ منافع ملی ما بود لغو شد آقای همین جعفرم صاف رفت دیوان داوری لاهه نه تنها جمهوری اسلامی رو محکوم کرد بلکه 18 میلیارد محکومش کرد 18 میلیارد دلار یک قرارداد تمام سود تبدیل شد به یک خسارت همه زیان خسر دنیا و آخره و اینا از برکات این بود یه تیم میخواست دوزی بکنه بیشتر یه تیم قبلی هم که دوزی میکرد رفت تو کارش زد و ناچار این شد هیچ کدومشون به فکر ایران نبودن هیچ کدوم این داستان که گفتم براتون بگم بزنید. حالا در برابر این داستانه که بینیم صحبت از دوبه شد یک هواپیمایی که نظامیان ایران رو به از بندر عباس به دوبه میبره نگاه کنید بعد یه دو سه هفته بعدم شیخ دوبه شیخ مکتوم با فرزندانش به ایران میاد این دو تصویر نگاه کنید و بعد امروز نزلت نزل الجنرال بالطيار من الطائرة وعانق سمو الشيخ أحمد وسمو الشيخ راشد خرج الركب و الميناء وقام الجنرال باختيار بتوديع سمو احمد أحمد ومن برفقته من الشيوخ ملاحظه میکنید <applause> تیمسار تیمور بختیار که رئیس سازمان امنیت ایران بوده رفته اونجا چون جزایر و آشی خریجفار دست سازمان امنیت بود و دو سه نفر از بزرگان شیخ احمد اونجا هست و شیخ مکتوم هست و برادراش هستن همین شیخ محمد که الان حاکم دوبه هست حالا بعد اینا هم بیان ایران خیلی جالبه اون فرودگاه دوبهی بود که رفتن بله شیخ احمد اون فرودگاه دوبهی بود این هم موقعی که دارن به ایران میان با موتور لنج تصورشو بکنی ایداد ایداد واقعا آدم اینا رو میبینه چه یه, یه آخرین چیز هم براتون بزنم اگه وقت داشته باشیم فروش پیکان در شوروی سابق داریم وقت یه چنه ببینیم و خدافزی کنیم پیکان اتومبیل زیبا و پرقدرت ایران در خیابانهای مسکو از کنار بلشوی تاعت تا میدان سرخ و کاخ کرملین هر جا که توقف میکرد مردم شوروی با اعجاب و تحسین استقبالش میکردند جالبه. ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد ایرزا نوریزاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می <موسیقی>